لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم توجه ویژه‌ای در قرآن بهش شده که بیش از 2200 آیه راجع به این سیره در قرآن ذکر شده که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که بیش از ثلث قرآن میشه. و عرضم شد که این سیره یه سیره جامعی است که از ابتدا تا انتهاش که انه یه حقیقت واحدی است که همه داشتند یه کار رو انجام میدادند و هر کدام مأموریت خودشون رو در این کار واحد. یه مثالی برای این به عنوان یادآوری بزنم این است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان یه بیانی دارند که قرآن کلش یک هدف و غرض دارد و هر سوره ای غرض خاصی در ذیل این غرض کلی رو داره که یه غرض و مأموریتی داره، منتها مأموریتش تعریف شده ذیل اون غرض کاملی است که کل قرآن داره و هر دسته‌ای و فرازی از آیات یا هر آیه‌ای در ذیل سوره هم ناظر به مأموریت سوره است، هم ناظر به مأموریت کل قرآن است که همه آیات هم ناظر به کل قرآن داره معنا پیدا می‌کند، هم ناظر به سوره که هدف خاصه و همه اینها با هم تلاؤم و تناسب دارند. یک پیوستگی معنایی، یک پیوستگی کامل. همین نسبت رو ما می‌تونیم در رابطه با سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم عرض بکنیم که گاهی سیره انبیا یک حقیقت تام می دارد که اون میشه نبی ختمی و رسول اعظم به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که اون هدف تام نیست که خدای تبارک و تعالی اراده کرده است که محقق بشود به عنوان رسول خاتم، و همچنین انبیاء بزرگوار دیگه به خصوص اولوالعزم من الرسل مانند اون سوره های قرآن میمونن که اینها خودشون دین و شریعت داشتن، و انبیاء دیگه که تابع انبیاء اولوالعزم بودن مانند آیات این سوره ها میمونن که هر کدام مأموریت خاصی رو دارن، اما این مأموریت خاص تحت اون مأموریت سوره و تحت اون مأموریت کل قرآن تعریف میشه و معنا پیدا میکند. لذا اگر به سیره انبیا با این نگاه بکنیم که انه هر کدام از اینها آیه ای از آیات یک قرآنی هستن که اون قرآن حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.